بریم سراغ سوال. میگه حاصل عبارت 2 به توان 5 ضرب در 2 به توان 7 ضرب در 2 به توان 10 را به صورت تواندار بنویسید. بچه‌ها میگه به صورت تواندار یعنی چی؟ یعنی بنویسی مثلا 2 به توان یه عددی، 2 به توان 20، 2 به توان 40، نمیدونم 3 به توان 7. این میشه یه عدد تواندار که اولین اسلایدامون راجبش صحبت کردیم. یعنی نمیخواد جواب به دست بیاری، بگی خب بشینم ببینم 2 به توان 5 چی میشه، بعد ببینم 2 به توان 7 چی میشه، بعد ببینم 2 به توان 10 چی میشه، بعد حالا تو هم ضرب کنم. نه، نمیخواد دونه دونه حاصل نمیخواد به دست بیاری، به صورت تواندار. میگیم چی؟ میگیم 2 به توان 5 ضرب در 2 به توان 7 ضرب در 2 به توان 10 از همین قوانینی که من اینجا بهتون گفتم باید استفاده کنیم. چه حالتی داره بچه ها؟ کی میتونه اینو حل بکنه؟ پایه هامون مشترکه، پایه هامون مشترکه، داره ضرب میشه. یه پایه مشترک رو مینویسیم، توانها رو با هم جمع میکنیم، میشه 2 به توان 5 به اضافه 7 به اضافه 10. یه پایه مشترک رو نوشتم، توانها با هم جمع شد، میشه 2 به توان 22. درست شد؟ این قانون شماره 1 مون بود. این مثال برای قانون شماره 1 بود. بریم یه سوال دیگه. حاصل عبارت 2 به توان 6 ضرب در 3 به توان 15 ضرب در 2 به توان 9 را به صورت تواندار بنویسید. این سوال رو باید بتونید حل بکنید. این سوال قبل میمونه. میگیم چی؟ میگیم اگر داشته باشیم 2 به توان 6 ضرب در 3 به توان 15 ضرب در 2 به توان 9، کاری که باید بکنیم چیه؟ اینه، اول این دو تا عدد رو بگیریم که پایه هاش مشترکه. ببین 2 به توان 6 2 به توان 9 جفتشون پایه هاشون مشترکه، تو هم دارن ضرب میشن، میشه چی؟ 2 به توان 15. یه پایه رو مینویسیم، توان ها رو با هم جمع میکنیم. بعدش ضرب در 3 به توان 15 کن. 2 به توان 15 ضرب در 3 به توان 15 چی میشه؟ توان هامون مشترکه، یه توان رو مینویسیم، پایه ها رو در هم ضرب میکنیم، میشه 6 به توان 15. یادت باشه تو ضرب اعداد شما میتونی جابجا کنی عدداتو. مثلا دارم میگم، مثلا شما اگه داشتی قبلا تو ریاضی هم بحث میکردیم، مثلا میگفتیم 2 ضرب در 5 ضرب در 3، میتونستی بگی 3 ضرب در 5 ضرب در 2، جاهاش رو میشه جابجا کرد. ما هم اینجا همین کار کردیم، جاهاش رو جابجا کردیم، 2 به توان 6 رو ضرب در 2 به توان 9 کردم اول، خب چون پایه هاشون مشترک بود یه پایه رو نوشتم، تواناش رو با هم جمع کردم، حاصلش رو ضرب در عدد بعدی کردم 3 به توان 15. 2 به توان 15 ضرب در 3 به توان 15، تواناش با هم یکیه، پایه هاش فرق میکنه. یه توان رو نوشتم، پایه رو در هم ضرب کردم. این هم از کاربرد همون قوانینه که بهتون گفتم. بریم سراغ یه سوال دیگه. حاصل عبارت‌های زیر رو به صورت تواندار بنویسید. خب 4 تا سوال آوردم، داره تو هر 4 تاش میگه به صورت تواندار بنویس. وقتی میگه به صورت تواندار بنویس یعنی از همون قانونایی که الان من بهتون گفتم استفاده کنید. خب شروع میکنیم. سوال 1 مون میشه چی؟ 24 به توان 8 تقسیم بر 6 به توان 8 ضرب در 4 به توان 5. اول باید داخل پرانتز رو دست بیاری. میگه 24 به توان 8 تقسیم بر 6 به توان 8 میشه چی؟ توانهای ما مشترکه، پایه هامون فرق میکنه. کی میتونه بگه؟ توان مشترک رو مینویسی، پایه هایی که با هم فرق میکنه رو باید چیکار کنی؟ تقسیم کنی. خب میایم میگیم 24 تقسیم بر 6 به توان 8، توان مشترک رو نوشتم، پایه ها رو تقسیم کردم، ضرب در 4 به توان 5. اولین پرانتزمون رو تعیین تکلیف کنیم، میشه 24 تقسیم بر 6 میشه 4، 4 به توان 8، حالا ضرب میشه در 4 به توان 5. خیلی اتفاقی میبینیم پایه هامون یکی شد، 4 و 4. پایه مشترک رو مینویسیم، توان ها رو با هم جمع میکنیم، 4 به توان 13، 8 به اضافه 5 میشه عدد 13، میشه جواب نهاییمون 4 به توان 13. از مجموع قوانینی که قبلا گفتم باید استفاده بکنیم. سوال شماره 2 رو نگاه بکنید. 7 به توان 10 ضرب در 7 به توان 5 ضرب در 7. کدوم نکته رو میخوام بهتون بگم؟ ببین تو الان وقتی پایه هات مشترکه میای یه پایه رو مینویسی، توانا رو باید چیکار کنی بچه ها؟ چون اینجا ضربه، توانا رو باید با هم جمع بکنی. خب میای میگی 10 به اضافه 5 به اضافه چی؟ توان 7 چنده بچه ها؟ دقیقا درست حد زدی، توان 7 عدد 1ه. یکی از نکاتمون همین بود، 7 به توان 10 ضرب در 7 به توان 5 ضرب در 7 به توان 1. 7 رو مینویسم، تمام توانها رو با هم جمع میکنم، 10 به اضافه 5 به اضافه 1 میشه 7 به توان 16. نگو چون 7 عددی بالاش نیست توان نداره،
بعضی هم میگن آقا 7 میشه جواب نهایی میشه 7 به توان 15، 10 و 5 فقط با هم جمع میکنن. وقتی توان نذاشته یعنی توانش 1، خودت باید 1شو بذاری با هم جمع بکنی. درست شد؟ سوال بعدی، 1/2 به توان 5 ضرب در نیم به توان 7. خب آقا توانهاش که با هم یکی نیست، پایه هاش هم تو نگاه اول با هم یکی نیست، پس کاری نمیتونیم بکنیم اگه این شکلیه. اما نه، دقت کن، پایه هات یکیش نیمه 1/5، یکیش 1/2. بچه ها 1/2 و 1/5 با هم برابره، پایه هامون یکیه، پس میتونی یه پایه مشترک رو بنویسی، توانها رو با هم جمعش کنی، میگی 1/2 به توان 12. چرا؟ چون 7 به اضافه 5 میشه 12. یا میتونی بگی نیمه به توان 12. هر کدوم از این دوتا رو خواستی میتونی استفاده بکنی به عنوان جواب نهایی. 1/2 و نیم یکیه، پایه هامون مشترکی، یکیشو مینویسیم، توانها رو با هم جمع میکنیم. این دوتا حالت جواب درسته. سوال بعدی میگه 2/3 داخل پرانتز به توان 4 ضرب در 2/2 به توان 3. خب اومده دوتا عدد تواندار رو تو هم ضرب کرده. در گام نخست ما میبینیم یه عدد تواندار داخل پرانتز یه توان دیگه هم داره. گفتیم چیکار باید بکنیم؟ گفتیم وقتی داخل پرانتز توانها رو در هم ضرب کن. عدد دومو میبینیم این علامت پرانتز وجود نداره. گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم توان رو از بالا میایم به سمت پایین. اول میگیم 2/3 برابر چی میشه و بعدش در نهایت پایه رو به توان اون عدد میرسونیم. بنابراین داریم چی؟ داریم 2/3 ضرب در 4 به واسطه اینکه پرانتز وجود داره توانها رو در هم ضرب میکنه. و بعدیش ضرب داره 2/2/3. چون پرانتزی نمیبینی باید 2/3 کنی اول و بعدش جواب رو در نظر بگیری. میگی 2/3 4 تا 12 تا ضرب داره 2/2/3 میشه 8. 2/8. درسته؟ پس حالا در نهایت داری پایه های مشترک جفتش 2. توانها رو باید با هم جمع کنی چون علامت ضرب بینشه. مینویسی 2/12 + 8 = 20 میشه 2/20. درست شد؟ این 4 تا مثال خیلی خوبیه برای اینکه دستمون را بیفته جهت استفاده از اون قوانینی که بهتون گفتم. بنابراین قبل از هر کاری اون قوانین رو مطالعه بکنید و بعدش بیایید دوباره این سوالا رو حل بکنید. و سوالای شبیه به این معمولا سوالا اینطوری مطرح میشه، میگه حاصل را به صورت عدد تواندار بنویس، که باید یه همچین شکلی رو رعایت بکنیم. نگاه کن جواب آخرمون 4/13 عدد توانداره، 7/16 عدد توانداره، 5/12 عدد توانداره، 2/20 عدد توانداره. جواب از ما نمیخواد که بنویسیم آقا 1786 مثلا، خب عدد تواندار میخواد از ما. این جور سوالا رو بعد اینطوری حلش کرد. اما یه سوال دیگه، حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. خب اینجا به من نمیگه تواندار بنویس، میگه حاصلش رو به دست بیار، یعنی دونه دونه جوابشو به دست بیار بگو چی میشه. 2/1 + 1/2 چی میشه؟ این اولین سوالمونه. بچه ها هر عددی به توان یک میشه خودش، 2/1 میشه 2، 1/1 هر عددی میشه 1. اینم از اون قانونایی بودش که داشتیم. پس بنابراین میشه 2/1 = 3. این اولین سوالمون، درست شد؟ اما سوال بعدی میگه 3/0 به اضافه 0/3 به اضافه 1/3. خب حالت های مختلفیه که قبلا قانوناشو بهتون گفتم جوابش چی میشه. هر عددی به توان 0 میشه 1، درسته؟ پس 3/0 میشه 1. این از این. بریم عدد دوم، 0/ هر عددی میشه 0، درسته؟ پس عدد دوم اونم میشه 0. عدد سوم 1/3، 1/ هر عددی میشه 1. بنابراین چی داریم؟ داریم 1/0 + 1 = 2 میشه. درست شد؟ باید اون قوانین رو تو ذهنمون بدونیم تا بتونیم حاصل رو به دست بیاریم. ببین اینجا رو دقت کن، اصلا تواندار نمیخواد که بنویسی 3/7 و اینا، اینطوری نمیخواد، عدد نهایی رو میخواد، حاصل میخواد. سوال هم به ما همینو گفته، گفته حاصل برابر چی؟ سوال بعدی 1/100، دیگه خودتون میتونید الان اینجا جواب بدید، 1/ هر عددی برابر با چی میشه؟ میشه 1. این از عدد اول. 100/1
میشه چی؟ میشه 100. چرا؟ چون توان یک تأثیری نداره، میتونه باشه میتونه نباشه. پس 100 به توان یک میشه 100، 1 به توان 100 هم میشه 1. عدد سوم 0 به توان 100. بچه‌ها 0 به توان هر عددی میشه چی؟ میشه 0. عدد چهارم 100 به توان 0. هر عددی به توان 0 برابر با 1 میشه. بنابراین داریم 1 به اضافه 100 به اضافه 0 به اضافه 1، جواب نهایی برابر با 102. درست شد؟ پس یه همچین شکل عجیب غریبی نباید ما رو بترسونه، از قوانین موجود استفاده کنیم جوابش رو به دست بیاریم. سوال بعدی، منفی 2 به توان 4 به اضافه منفی 2 به توان 4. اشتباه نکن، اینجا نمیخواد به صورت تواندار بنویسی که بگی پایه مشترک، توان مشترک، این کار رو نمیخواد بکنی. جواب میخواد از ما. اگر منفی 2 داخل پرانتز باشه، گفتیم چی میشه؟ توانمون اگر زوج باشه عددمون میشه مثبت. اگر داخل پرانتز نباشه همون علامت منفی میمونه. بنابراین 2 به توان 4 میشه چند؟ میشه 16. منفی 2 به توان 4 میشه منفی 16. اما به اضافه منفی 2 به توان 4 چون پرانتز وجود داره میشه مثبت 2 به توان 4. بنابراین داریم منفی 16 به اضافه 16. این پرانتزه کار خودشو کرد، علامت منفی ما با توان زوج شد مثبت. پس داریم منفی 16 به اضافه 16 برابر با 0 میشه، جواب نهایی میشه 0. تو ذهنت داشته باش. سوال آخرش میگه 2/3 به توان 3. اگر یه عدد کسری داشتی که توان گرفت 2/3 به توان 3، چیکار باید بکنی؟ این توان هم برای صورت هم برای مخرج، یعنی داری 2 به توان 3 تقسیم بر 3 به توان 3. توان 3 برای صورت و مخرج باید در نظر بگیری. 2 به توان 3 میشه 8، 3 به توان 3 میشه 27. جواب نهایی ما میشه 8/27. خب توان رو بهتون گفتم، قوانین مهمی که راجع به توان باید بلد بودیم اشاره کردم، مثال حل کردیم. جا داره مثال‌های بیشتری رو خودتون حل بکنید تا روی این قوانین مسلط بشید. بدونید توان رو حالا حالا باش کار داریم، حتما باید روش تسلط داشته باشیم و این قوانینی که گفتم کفایت امثال رو به صورت کافی و جامع انجام خواهد داد. روش سوال زیاد حل بکنید.